وقتی که امروز مهتاب با هم صحبت کرد و گفت مادرت هنوز نرفته شهرستان، منم نه نگفتم. گفتم همین امروز یک قراری میذاریم دیگه، با هم نمیریم شهرستان. نه بابا، شما چرا با زحمت میکشیدین؟ من مادرم هر جا هم که میبود عادتشو میگرفتم میآوردم خدمتتون. این حرفا نیستش که وظیفه‌مونه. فرقی نداره، مهم اینه که تو قبول بکنی ما با هم فامیل بشی. نه بابا، این حرفا چیه؟ مهم حرف بله شما بود که بله رو گفتین دیگه، همه چی تمومه دیگه. فقط میمونه که قرار عقد و عروسی هم بذاریم و من دست مهتاب خانم رو بگیرم. حالا آواره که رفتی واسه خودمون دیگه. تا اینجا واقعا شرمنده شما شدیم. الان قربونتون برم من. یعنی پدرزن یعنی شما، اصلا برازنده پدرزن بودن. چقدر به هم میایم نگاه کنید، خیلی به هم میایم. با هم راه بریم تو خیابون، خیلی کیف میده. حبیب جون دارم، پدر قشنگ من. دیگه شوخی بسته، باید یه مقدار حرف جدی دارم. پدر جان، مگه تا الان داشتیم شوخی میکردیم ما هم؟ ببین، راجع به ازدواج تو و مهتاب من کاری نیستم، اون خودش باید تصمیم بگیره. آرونش اون خودش باید بهت بگه. ببخشید، این مهتاب خانم آره و نه رو مگه به شما نگفتن؟ نمیدونم، بعدا از خودش بپرس. من امشب میخوام راجع به قضیه خودم و مادرت صحبت بکنم. خودم و مادرت؟ آره، من و مادرت. من امشب میخوام مادرت رو رسما از تو خواستگاری کنم. یه بار دیگه میشه تکرار کنید؟ ببین حبیب جان، من میخوام امشب مادرت رو رسما از تو خواستگاری کنم. تا حالا سراغی از خود خوشم باشه دیگه، خوشم باشه. چی میخواستیم و چی شده؟ ای وا ویلا، ای وا ویلا. ننه کجایی که پسرت خاک بر سر شده؟ کجایی؟ بابا کجایی؟ سرتو از خاک بیار بیرون ببین حبیبت خاک بر سر شده. اومدن خواستگاری ننه من. ای خاک، ای خاک بر این سرت حبیب، خاک بر این سرت کنم من حبیب، حبیب. من واقعا ازتون معذرت میخوام، ولی حبیب تا اونقدر عصبانی نشه اینجوری حرف نمیزنه. مگه شما بهش چی گفتی؟ خانم محترم، من به شما چی گفتم؟ نه، من به شما چی گفتم بالا که بودیم؟ مگه من نگفتم خداحافظی نکرده سرتون رو بندازیم پایین بیاییم بریم؟ گفتم یا نگفتم؟ تشریفتون رو بیارید ببریم. حبیب جان یه دقیقه گوش کن. ببین شیرین خانم، احترام دست خودت باشه، دارم بهت میگم بیا برو بیرون. بگو چشم. بفرمایید. میبخشید، با اجازتون، خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. بفرمایید. آقای قندی، شانس آوردی که خانواده اینجا بود، وگرنه یه جور دیگه با حرف میزدم. خودت هم میدونی که چجوری با حرف میزدم. ای، صحبت کردن باشی چی بده میگم؟ پرو شدی یا؟ ببین، دیلیپ کمار، تو ساکت باش، حواستو جمع کن، برای تو هم دارم، داشته باش. قضیه چی بود آخه؟ هیچی، آقا ما رو شستن و رفتن. بس دیگه، هرچی بوده بین بابا آقا حبیب بوده، پس به ماها ربطی نداره. چی به ما ربطی نداره؟ جلوی هممون بابا توهین کرد. هیچی می‌خواستی بهش نگم؟ دیگه مهتاب جون، البته این خواستگارم واقعا خواستگار پررویی بود. شما نمی‌خواید بگین چی شده؟ من خودم بعداً همه چی رو بهتون میگم. بهتون اگر جوابمو ندی برمیگردم میرم در خونش از خودش بپرسم. چی بگم؟ ها؟ چی بگم؟ چی بگم که هر چی بگم توف سربالاست برمیگرده رو صورت خودمون؟ حالا ای بگو چی گفت؟ آخه این قندی چی بهت گفت که یه دفعه اینجوری قاطی کردی؟ بابا همش تقصیر خودمونه، انقدر به این پیرمرد رو دادیم که به خودش اجازه میده جلوی 10 نفر برگرده. اکی خدا تو. اصلا یه کاری میکنیم، فردا با هم دیگه برمیگردیم ترمینال، دو تا بلیط میگیریم میریم شهرستان، کاری هم به هیچ کی نداریم، فهمیدی؟ پس مهتاب چی میشه؟ مهتاب چیه دیگه؟ اصلا تمام این نقشه ها زیر سر خود مهتاب نامرده. حاضرم رگمو بدم که مهتاب خانم مقصر بود، همه اینا نقشه بود که منو بدبخت و ضایع کنن. حالا هی بگو. بهت گفتن مهتابو بهت نمیدی؟ عمرن اگر بدنم نمیگیرمش. مهتاب کیلو چنده؟ ببین گوش کن چی دارم بهت میگم شیرین خانم.
فکر قندی و مهتاب از سر بیرون میکنی. همه چی تموم شد و پیکارش. متوجه شدی دیگه؟ تموم. خیلی خوب. باشه. کجا؟ میرم در خونه قندی از خودش بپرسم. بابا بابا وایسا. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. خودم بهتون توضیح میدم. خیلی خوب بگو. بابا این آقای قندیه، پولداره، مولتی میلیاردره، مرفه بی درد که خدا بگم به زمین گرم بشونتش. برگشت ده بگو دیگه چی گفت. تو از من خواستگاری کردی. خوبه در بس لب خط بفرمایید. چی داری میگی مهتاب؟ داری شوخی میکنی با ما؟ من الان اصلا حوصله شوخی ندارم. خود بابا به هم گفت با شیرین جون صحبت کنم، ولی من نتونستم چیزی بهش بگم. پس واسه همین پسر قاطی کرده بود. بابا مامانش رو ازش خواستگاری کرده بود. فکر کنم، ولی شما به رو خودتون نیارید تا بابا خودش بهتون بگه. چی رو قاطی کرده بود؟ از خداشون هم باشه که بابا فامیلشون بشه. بله راست میگه، خداشون هم باشه. همه اینا فیلمشونه، بازارگرمیشونه. ولی کور خوندن. مگه من میذارم بابا مون زن قربتی رو بگیره؟ اه درست صحبت کن دیگه بابک. قربتی یعنی چی؟ اون خانم تحصیل کرده است، خانومه. حالا از این حرفا بگذاریم مهتاب جون. شما این تیپ آدم‌ها رو نمی‌شناسی. خودشونو می‌زنن به موش مردگی، خرشون که از پول گذشت تا حساب یک قرون دوزار جمع می‌کنن. بله. اینا تا همه مال و منال بابا رو بالا نکشن ولکن معامله نیستن. پس شماها هنوز نگران بابا نیستید، نگران بالا کشیدن پولاشید. نه خیر، بابا اختیار پولشو داره. فقط من نمیذارم یک قرون از این پول به دست اینا برسه. همین خوش اشتهام هستن آخه. اون یکی که اومده خواستگاری تو، مامانشون هم دل بابای ما رو میخواد ببره. بسه دیگه، اینطوری راجع به اونا حرف نزنید. ده مثل که شما همچین بدتون نمیاد که زن این آقای یه لقبا بشین ها؟ نه خیر، من جواب اونو دادم. الان فقط باید به فکر این باشیم که به بابا کمک کنی. نگران بابا نباشی، من باهاش صحبت میکنم. خیالتون راحت بشه. خوب گوش کنین ببینید چی بهتون میگم. شماها بچه‌های من هستین. هر کدومتون آینده‌ای دارین. اگر همینجا جمع شدین می‌خواین برای آینده من تصمیم می‌گیرین، به خاطر اینکه من بزرگتون کردم. حالا که بزرگ شدین می‌تونین برای آینده خودتون تصمیم بگیرین. حداقل اجازه بدین که منم برای آینده خودم فکر کنم. خودم تصمیم بگیرم. من تصمیم خودم رو گرفتم. من احمد قندی با 61 سال سن میخوام با خانوم شیرین ازدواج میکنم. چه پسرش مخالف باشه، چه شما مخالف باشین، من این کارو میکنم. اگرم فکر میکنی این خانوم در شأن شما نیست، خب میتونین از این خونه برین. ولی اگه فکر میکنی که میتونی به پدرتون کمک بکنین، خب بریم با پسرش صحبت بکنین، راضیش بکنین که بیان با هم حرف بزنین. همین. شیرین جان بگو پسرم. میشه خواهشی ازت بکنم؟ آره. میشه از قضیه امشب کسی چیزی نفهمه، خاله و صمد و دادا رستم و اینا برامون دست میگیرن. ما آبرو داریم شیرین خانم. حتما خاطر جمع باش. بهشون بگو آقا اصلا قضیه به هم خورد. بگو ما با این نتیجه رسیدیم که حبیب و مهتاب به هم دیگه نمیان. همین. خیلی خوب، نگران نباش. شیرین خانم. شیرین جون دیگه چیه؟ یه وقت خدای نکرده شما که با آقای قندی بچه نشو حبیب. من اگر میخواستم شوهر کنم همون موقعی که بابات مرد این کارو میکردم، نه اینکه چند سال بمونم تو رو بزرگ کنم. میدونم نوکرتم، تو خیلی گلی. فقط همینجوری پرسیدم که خیالم راحت شه دیگه. حبیب جان میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ شما جون بخوا.
آقای قندی به گردن تو خیلی حق داره. اون خیلی راحت میتونست شما رو بندازه زندون، ولی این کارو نکرد. میدونی که آدم روبایی کم جرمی نیست. منظورت چیه؟ منظورم اینه که فردا لازم نیست با من بیای شهرستان. برمیگردی میری سر کارت. همونجور که بهش قول دادی میری کارخونه رو نظم میدی تا برگرده. بعد از اون هر جا دلت خواست برو. لااقل اینجوری بهش ثابت میکنی که مسئولیت پذیری. چشم. به خاطر گل روی شما رو چشم. هرچند دل خوشی از کارخونه ندارم ولی میرم. فردا میرم برات بلیط میگیرم، دو تا هم میگیرم که راحت بری شهرستان، کسی بغل دستت نشینه مزاحمت بشه. تا فردا هم مادر جون بیرون نمیری تا خودم بیام برسونمه. تا سر کوچه هم نمیری. فهمیدی؟ وقتی آقای قندی با اون سن و سالش با اون همه ادعاش اینجوریه، وای به حال غریبا. دیگه از غریبا چه انتظاری میشه داشت؟ چشم. خیلی ممنون دختر خانم. بله، هر چی سوسن خانم گفتن قبوله، هر چی گفتن قبوله. بله بله، نه مادر چی شما دخالت نکن، هر چی گفتن قبوله. مبارکه مبارکه. لعنت شیطون بزنم اینجا لتو پارش کنم. آه. بلش کن بگی بخواب. دادا شما هم بیداری مگه؟ آره. چی شد؟ اخواستگاری چه خبر؟ اخواستگاری؟ آه هیچی، رفتیم یه خورده با مهتاب خانم حرف زدیم، دیدیم ما هم دیگه تفاهم نداریم، بیخیال شدیم دیگه. حالا قسمت هرچی باشه همونه. خب خب خوبه. مبارک مبارک. بله مبارک عروس خانم. بله بله عروس خانم زی لفظی میخواد. آقا داماد کجام؟ بله من آقا دامادم، خودم هستم. بله بفرمایید، من صمد هستم. زی لفظی چیه دیگه سوسن خانم؟ زی لفظی نمیدونم. خب حالا بعد به همتون از اینجا بگم که شاد باشین، خوش باشین. من این پسرخاله هم متاسفانه دیگه من گفته بود سفارش کرده بود، میخواد براتون شیرین کاری کنه. این اسمش حبیبی پوری دریده است، خیلی هم دریده است. میخواد بره پشت میکروفون به افتخارش یه کف بزنید. آقا دی شما هم کف بزن. برو برو بزنید. سلام، من حبیب هستم. متاسفانه خودمون که ناکام موندی، ولی یه شیرین کاری دادم برای آقا صمد. صمد آقا و سوسن خانوم دو گل نوشکفته. یه شعر براشون میخونم. موزیک آماده است؟ بفرمایید. درخت و سبزه و گل، صمد و سوسن و سرو و سنبل، این همه راز قدرت خدا نموده خلقت. بیا مرسی حبیب جون. بفرما دیگه وقت نداریم. بده برو پایین. برو برو پربازی در نیار. برشمون خوشحاله دیگه. میخواییم فردا براش بریم خواستگاری. خواستگاری برای صمد؟ باریکلا. خوشحال زنش. از سر شب که خوابیده همین جوری از خواستگاری شروع کرده تا الان که رسیده به عروسیش. حالا تا فردا صبح خدا به دادمون برسه. برای کی میخواییم بریم؟ کی از دختره؟ والا نمیدونم. مادرش چشم بازار کور کرده. یه دختر است، اسمش سوسنه، دختر برادر تقی ماسمن. سوسن؟ میشناسی؟ سوسن. خدا کنه یه دختر خوب و نون و آب دارم برای تو پیدا بشه. ای بابا، ببینیم حالا قسمت چی میشه. ببین حبیب، یه لیوان آب بده دستش بخوره، حالش جا بیا. بیدارش کن. آقایون خانما، آقایون خانما، بفرمایین دیگه. جانم آقایی، جانم جانم چی میگی؟ ببین من نمیخوام چیز بگم، ولی حبیب نشسته اونجا داره زیرابتو میزنه. بابا مگه نگفتم حبیبی رو ندی؟ با چیزی رو منو میزنه. آقا دی تشکر. آقای خانم بفرمایید بریم خونه. بریم خونه. آقا مگه نگفتم اینو رو ندی؟ به افتخار خودت رو کف بزنی. به افتخار خودت. ای بابا داره دلیوری میگه. صمد جون، صمد جون قربونت برم. پاشو پاشو، داری خواب میبینی یا؟ پاشو پاشو سوسن خانم. پاشو قربونت برم. پاشو پاشو قربونت برم عزیزم. پاشو پاشو قربونت برم. پاشو پاشو. آفر آفر قرب.
قربونه برم. چی شد؟ مگه نگفته بی سیر آفتر تو عرصی نامدی؟ اینجا کجاست؟ بخور، آبا بخور، حال جا میام. قربونه برم، بیا بخور. سمن، آبا بخور، حال جا میام. چقدر تا خواب میبینی؟ چه خوابی بود آقا جون، حبیب چه خواب خوبی بود. قربونت برم، بگی بخواب. تو بودی، مهتاب خانوم بود، همه بودن، من یه براتون کف میزدم. خیلی خوب دیگه، پرو نشو، بگی بخواب. حبیبی، دیوونه تو کردم توی کارخونه همه کاری. ببین برگه واقعا من یه امضا بزن بره دیگه، چی میشه مگه؟ سمت، این هزار دفعه باید صبر کنی خود قندی بیاد. حالا هی باز بگو، باز تکرار کن. حبیب من امشب بعد افطار دارم میرم خواستگاری، میفهمی اینا من هیچی پول ندارم چی کنم؟ مبارکت باشه، کارخونه پول خبری نیست، باید صبر کنی. کجا داری میری؟ سمت، حوصله ندارم، کارم زیاد دارم، ولمون کن. خب؟ به همین زودی همه چی فراموش کردی حبیب؟ قربون شکل ماهت برم، آخه عمر من، چشم من، من اینجا هیچ کارم. دو روز صبر کن، خود قندی که اومد میاد نامتو امضا میکنه. میفهمی یا نه؟ نمیفهمی دیگه. میفهمم، ولی وایس فقط یه چیزی بهت بگم. بفرمایید. یادت روز اولی که با قندی صحبت کردم بیارمت این کارخونه بهت چی گفتم؟ یادته؟ خب. من خب اینم یادته؟ حالا یادمه. گفتم حبیب اومدی این کارخونه حداقل زیرا منو نزن اینجا، چون میدونستم چه جور آدمی هستی. یادته اینو؟ قرار شد من زیرا تو رو نزنم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ من کی زیرا به تو رو زدم؟ تو زیرا منو پیش مهتاب خانم نزدی؟ خیلی خیلی دارید پر روی، خیلی. ببین برو، خب برو پی کارت. باشه آقا، اصلا زیرا ما رو زدی اشکال نداره، به پای هم پیرچی، ولی حداقل این وال ما رو بدون جلو خانواده سوسن خانم آبروم نره. سمت جونم، الهی قربونت برم، من پسر خاله نازنین من، من اگه از آسمون سنگم بباره دیگه طرف مهتاب خانم نمیرم. تو هم اگه خیلی دوست داری باشی ازدواج کنی، دست مادر با مزهتو میگیری، با هم دیگه میرین خواستگاری، بعد ازدواج میکنی. خوبه؟ مشکلی نداری؟ حالا که فهمیدم میام خواستگاری سوسن خانم داری میگیاره. نه داداش، ما پاتو کفش پسر خالمون نمیکنیم. من با همون سوسن خانم خوشبخت میشم. قربون معرفتت برم من. آفرین. ان شاءالله که خوشبخت میشی با هر کی که هستی. پس ما رو باش برای کی داریم در میزنیم؟ یه بار شد آخه ما بیاییم اینجا شما سر کارتون باشی؟ کجایی پس؟ خانم منشی؟ چی شد؟ تو نمیخوای بگی سعادتی کجا؟ نمیدونم، نمیدونم، باور کنید نمیدونم، منم ول کرده رفته. بابا؟ نماینده تامل اختیار آقای قندی، آقای شاهداماد، بفرمایید تو قربان جلو در بده، بفرمایید تو. چه خبره؟ همه جان با ایشون کار نداشته باش. من میتونم از شما خواهش کنم چند لحظه بیرون تشریف داشته باشین، کار ما تموم شه خدمتتون میرسیم. سلام آقا حبیب. علیک سلام. این چرا داره گریه میکنه؟ یه لحظه اجازه بدید. بریم بیرون براتون توضیح میدم. تو کجا میری؟ الان میام. تو نمیخوای حرف بزنی دیگه؟ منشیه چی کار کرده مگه؟ بچه ها میگن نامزد سعادتیه، هر جا باشه ازش خبر داره. خب واسه چی حالا داریم دنبال سعادتی میگردیم؟ بابا، اون 9 میلیاردی که از حساب بابا برداشت کردن کار سعادتی بوده. بچه ها میگن ما روحمونم از اون قضیه خبر نداشته. شما هم باور کردیم؟ صبح منو بردم بانک، پشت چکار سعادتی پشت‌نویسی کرده بود، خودش پول از بانک گرفته. پس یه خیلی ساده است، سعادتی هم با اینا هم دست بوده. همین بچه‌ها میگن ما ردش کردیم که بره، منتها قبلا هم 50 میلیون از حساب بابا برداشت کرده بوده. وقتی میبینه دستش رو شده فرار میکنه، یه نامه هم واسه بابک و حمید مینویسه. اینو حمید نشونمون داد. حمید خودش از کجا پیدا شد؟ صبح اومد در خونه از بابا معذرت خواهی کرد، بابام بخشیدش. اینا همش نقشه است، باور نکنید. اتفاقا این دفعه رو باور میکنم، چون احساس میکنم اونا هم توی این قضیه خودشون تقصیری نداشتن. بابک و مینو دیگه به من دروغ نمیگن. بعدش هم ما به هم دیگه قول دادیم به هم کمک کنیم که بتونیم قبل از اینکه بابا برگرده کارخونه پولا رو برگردونیم، تو حسابش سعادتی هم پیدا کنیم. امیدوارم که همین جوری که میگین باشه. امیدوارم.
در ضمن با برخورد دیشبتون فکر نمی‌کردم امروز بیاین سر کار. بعدا خانم لطف کنید مسائل خارج از کار رو با کار قاطی نکنید. اون جای خود این جای خود. ببینید خانم همینجوره به نفعتونه که با ما همکاری کنیم. ولش کن بابا. باش بحث نکن. اخراجش کن بره بابا. شماها نمیتونید این کارو بکنید. من همه چیک و پوک شماها رو میدونم. اگه بخواید این کارو بکنید منم به پلیس شکایت میکنم. وای ترسیدم. پلیس مالیش داستانش تموم شد. قندی خودش همه چیزو میدونه. ببین خانم عزیز. پدرم الان تمام جریانو میدونه. همه ما رو بخشیده. تنها چیزی که ایشون عصبانی میکنه اینه که بیاد کارخونه ببینه حسابش خالیه. وقتی که هیچ کاری نمیشه کرد. ببین قندی اخلاقش با من و بابک فرق میکنه. اون فقط کافی بفهمه تو اون سعادتی نامزد دستتون توی یک کاسه بوده مثل تو به فوتبال شوتت میکنه بره بیرون. نه 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 خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب میدونی نظور اصلا به منم یه زنگم نزده. نذارید من کارم از دست بدم. آقای مهندس، خانم قندی، ازتون خواهش میکنم، نذارید من کارم رو از دست بدم. شما بفرمایید سر کارتون. کسی اینجا حق نداره شما رو اخراج کنه. بفرمایید. آقای عزیز، همه این ماجرا زیر سر اینو نامزدش اومد تو به میگی برو بیرون سر کاره؟ اصلا تو چه کاری تو این کارخونه داری دستور میدی؟ تو کاره ای نیستی. آقای عزیز، از پشت میز من بلند شو کنار. خانم، شما بفهمید منزل. تا وقتی که آقای قندی نیومدن اینجا همه کاره این کارخونه منم. پس تا اطلاع ثانوی فضولی موقوف. خب؟ آفرین بچه‌ها. خانم محترم، شما بفرمایید سر کارتون. یه زنگ بزن به آقای تقوی وست کن اینجا با آقای آبدینی هم به روزه بیاد. آقای بابک خان تحویل بگیر. با زبان خوش میری بیرون یا بگم بیام بندازنت بیرون؟ شما اگه مشکل داری میتونی زنگ بزنید به آقای قندی. اگر ایشون اجازه دادن چشم، من میرم، حرفی ندارم. ببخشید آقا حبیب، اتفاقا بابا به منم گفته از امروز باید تو کارخونه مشغول بشم. شما بهتر راهنماییم کنید از کجا باید شروع کنم. شما باید منتظر آقای آبدینی بمونید، ایشون به شما میگن چیکار باید. بله آقای تقوی، قربونت برم، من یه خط کارخونه ما لنگ سفارش شماست. پس چی شد؟ باشه باشه، من منتظرت میمونم. قربانت، خدافظ. الو خانم، چی شد آقای آبدینی؟ خیلی خوب، یا بیان به صورتت بزن. زشت اونجوری تو دفتر نشی با اون قیافه. شما دوتا هم بیرون منتظر بمونید، آقای آبدینی بیاد بهتون بگه برنامه کاری امروزتون رو. بفرمایید. میگم پهلوان، تو عجب جهنمی داری. آدم شب بیان خواستگاری ننهش، اون وقت صبح باشی بیاد کارهای خواستگار ننهش رو راه بندازه. خیلی با غیرتی، به جان تو. شاید هم عشق خواهر ما چشش کور کرده ها. ببین چی دارم بگم. اگه فکر کردی که مادر تو میتونی به بابای ما بندازی، خواهر ما رو معروض کنی به خود ببری کور خوندی. حمیدی تو همین خیال باش. بس دیگه، خجالت بکشید. این چه طرز حرف زدنه؟ من ندیدید بابا بهتون چی گفت؟ آخه بابات که نمیدونه چه گرگ بی غیرتی رو انداخته تو این کارخونه. بس کن دیگه، اینقدر واسه من غیرت غیرت نکن که غیرت خودم رو به شما بی غیرت ها که میخواستین از روی جنازه پدرتون رد بشید نشون میدم. بذارید خیالتون رو همینجا راحت کنم. اگر پدرتون میخواد با مادر من ازدواج کنه فقط یه شرط داره، اونم اینه که فقط از روی جنازه من رد شه. میفهمید یا نه؟ برای اینکه نه من مادرم راضیه نه خودم. و اما در مورد مهتاب خانم دیگه بهش فکر نمیکنم، یعنی حداقل سعی میکنم که بهش فکر نکنم. خودش هم اینو خوب میدونه. خیالتون راحت، همه چی تموم. اگر هم میبینید که اینجا نشستم و دارم حرف شما جفنگا رو گوش میکنم، فقط به خاطر قول مردونه‌ای که با آقای قندی دادم. برای اینکه مرد با حرفش، بهش گفتم تا زمانی که برمیگرده توی کارخونه به این کارخونه یه نصب میبدم. متوجه شدین؟ و اما در مورد آقای سعادتی، آقای زرنگ، شما مگه نمیگین که سعادتی پولا رو برداشته رفته؟ خب پس واسه چی دارین تنها سر نخی که همین دختره باشه میخواین اخراجش کنین؟ نمیفهمین اینو؟ به نام سلمناده، اگه این بره که تمام سر نختون از دست دادین. بله بفرمایید. خواهش میکنم یه لحظه گوشی بفرمایید.
ببخشید مثل اینکه بی موقع مزاحم شدم. نخیر، خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله چشم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله بله چشم. رنگ و رود خیلی بهتر شده پیرمرد، چیه خبریه؟ دکتر بالاخره حرفتو گوش کردم. چیکار کردی؟ ببینم تو این مدت مگه تو کار دیگه ای هم به من گفته بودی که من به حرفتو گوش نکرده بودم؟ آره؟ آره. بالاخره زدم تو گوشش. صبر کن ببینم، آخه عزیز من اینجور خبرها رو اینطوری میگن؟ نمیگی من یه سکته میکنم؟ دکتر فعلا خبری نیست، فقط فهم آبروریزیش مونده. آبروریزی چرا؟ مگه چیکار کردی؟ اگه بهت بگم کمکم میکنی؟ تو بخوای زن بگیری و من کمکت نکنم؟ اصلا تو بگو برو با دختره صحبت کن. نامردم، نامردم اگه نرم باش صحبت نکنم و راضیش نکنم که با خودم ازدواج نکنه. نه شوخی کردم، بگو قضیه چیه. طرف دختر نیست، یه خانومیه تقریبا همسن و سال خودت. یک بارم ازدواج کرده. من میشناسمش. کیه؟ میشناسیش؟ مشکل خانومه نیست، یه نفره که داره سنگ میندازه. از طرف خانومه همه چی حله؟ نه هنوز نتونستم ازت جواب بله رو بگیرم. این پسرش که شاخ شده. پسرش؟ بابا اینا کیان؟ تو که ما رو دهکش کردی، بگو دیگه. ببین دکتر، اگه به هم قول بدی که بری با پسری صحبت بکنی و راضیش کنی این خانوم با من ازدواج کنه، بهت میگم. خانومه پسرم داره؟ آره. فهمیده. بگم کیه؟ کیه؟ به جون جفتمون تو همون بیمارستان میخواستم بگم کیس خوبیه، ولی گفتم شاید تو حالت پس بزنی. همیشه همینطوریه. هر موقع فکر کردم که همه کارا درست شده و افتادیم تو سرازیری، یه اتفاقی افتاده، دیدم نه، تازه اول سربالایی. من چی بگم؟ تو که عروسشی. واقعا اشتباه کردم، منم مقصر بودم، خیلی اشتباه کردم، خیلی. بابا حق داره، وقتی میبینه دخترش اینقدر ازش دوره باید هم فکر بکنه که یه زن شوهر مرده شهرستانی میتونه خوشبختش کنه. راست میگی، من که اصلا فکر نکنم اون دیگه ما رو به حسابم بیاره. برگشتیم سر پله اول، فقط آبروریزیش برامون موند. کاشکی برمیگشتیم سر پله اول. اگه بابات این زنه رو بگیره دیگه دست از پا خطا نمیتونیم بکنیم. اونم اون زنی که من دیدم، اگه پاش تو این خونه باشه یه پاپاسی گیر ما نمیاد. همینم که اجازه داده تو خونش باشی و بشینی بغل دست من، باید کلاتو بندازی هوا، فهمیدی؟ شماها اینجا این؟ تبریک میگم بهتون، بالاخره همون کاری رو کردین که از اول باید میکردین. چی شده؟ من دارم میرم پسرش رو راضی کنم، شما هم هوای باباتون رو داشته باشید، یه وقت پشیمون نشه. با اجازه. وایسا بابا، این دکتر بابات هم باید به جای طبابت بره یه دفتر طلاق و ازدواج بزنه. مینو. بله. بیا بالا کارت دارم. چشم آقا جون. ای قربونتون برم، منم بیام. تو هم بیا بالا، میخوام بفرستمت یه جایی. چشم، اومدیم. چی شده همین؟
چی شده؟ منصور تو به جایی که زنگ نزدی. من قرار بوده به جایی زنگ بزنم. چرا حرف نمیزنی تو؟ ببین پلیس اومده توی کارخونه، از تک تک کارمنده داره بازجویی میکنه، قندی افتاده دنبال پولش، تمام خطهای کارخونه کنترله. یه وقتی به کارخونه زنگ نزنی یا بابا شو زنگ بزن. موبایلت کجاست؟ تو جیبم. نشونم بده. خاموشه. آقا خاموشش رو نشونم بده. بیا آقا جون خاموشش رو نگاه بکن شما. بفرما. اگه خاموشه پس چرا تو جیبته؟ آقا جون اینها خاموشه. اه. تو چرا چرت و پرت میگی همین؟ قاطیم، اصلا چند روز قاطیم. همین آخرش چی؟ با کی از اینجا میزنیم بیرون؟ ببین آخرش رو ولش کن، اولش ما باید شر یک مزاحم از سرمون کم کنیم. میفهمی؟ اینجاست. آخر عاقبت ما رو ببین به کجا کشیده. ریل راهن هم باید رد بکنیم تازه برسیم در خونه زن بابا. من زبون اینا رو میدونم، باش صحبت کنم همه چی تمومه. میگم که یادته یه بار بابا اون پسر رو تعقیب کردیم اومدیم همینجا رو گمشون کردیم؟ آره اومدن همینجا. ما چقدر ساده بودیم، فکر میکردیم تونستیم سر اینا رو کلا بذاریم. نگو که اینا انقدر زرنگ بودن که ببین اینا فکر کردن که مادره رو بدن به قندی دیگه تمومه، ولی اینجاش رو آره. جایی هم هست. سلام. سلام علیکم. سلام. ببخشید با کی کار داشتی؟ ببخشید من دختر آقای قندی هستم، میتونم شیرین خانم رو ببینم؟ آقای قندی؟ به به خیلی خوش آمدی. بفرمایید تو. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید تمنا میکنم. ممنون. بفرمایید. بفرمایید بالا. دکتر جون نوکرتم، من رفتم خواستگاری مهتاب خانم، نرفتم که ننه قندی ازش خواستگاری کنم. میفهمی این چیزا رو؟ و اشتباه تو همینجاست دیگه، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. هموقت که مادر تو شرط ازدواج داره، مهتاب خانم هم شرط چون داره. حیف که دکتری یه ملو هم بات رفیق هم، وگرنه چنان پرتت میکردم لای این دستگاهه که از اون بر بافتا رو طبیب بگیرم. فهمیدی؟ حبیب وایسا کارت دارم. چیه؟ این چیه؟ چی به تو گفت اینو گره بزنی؟ آقا داریم کار میکنیم دیگه. من گفتم داری چی کار میکنی؟ میگم چی به تو گفت اینو گره بزنی؟ بابا صمد گفت. آقا اون چی کار است؟ برو به این کار دارم پشت اون دستگاه. تو واسه چی وایسا تو من نگاه میکنید؟ برو. صمد 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 ببینم ببینم تو چی کاره ای که من اینو گفتی اینو گره بزنم؟ خب باید گره بزنه دیگه، چرا داد میزنی تو؟ داد میزنم همینه که هست. سلام آقای دکتر. سلام صمد جان چطوری؟ ببخشید شرمنده، آقای قندی حالش خوبه؟ بله آقای قندی حالش خوبه. به من جواب بده، میگم چرا بهشون گفتی گره بزنن؟ خب باید گره بزنن تا راه بیفته بگرده دیگه. صدا تو آسیم رو نبر بالا، برو به کارت، برو به شون دستگاه. ببخشید آقای دکتر، من روز باید یکم زودتر برم خدا. نمیشه. ببین حبیب خیلی شد یا حالا چلو این کامپیوتر رو چی میدونم؟ خود میدونی امشب برنامه چیه؟ ببین صدا تو بیار پایین ها برای اینکه دارم میگم برو از آقای عابد مرخص کنیم. برو دیگه آقای دکتر بایش بزنیم شالی یه فرصت بشه هم دیگر ببینیم. مرونه تو شمارم که داری؟ بله بله بهم زنگ. بله تو زنگ میزن.
شیطونه میگه یک حالی ازش بگیرم. شماره تلفن به این نده، یک آدم فریشی راه برای بهت زنگ میزنه. عبیر، از طرف احمد یه پیشنهاد برات دارم. بفرمایید. ببین حبیب جان، احمد یه شرط برات گذاشته. چه شرطی؟ جالبه حتما شرطشون ها؟ جالبه، برای رسیدن تو به مهتاب. آقای دکتر لطف کنید برید بهشون بگید که بابا من مهتاب خانمو نمیخوام. وقتی من مهتاب خانمو نمیخوام برام شرطم میذاره؟ آقا نمیخوام، میخوام عصب اغلی بمونم. بچه نشه حبیب، من که میدونم تو دوستش داری. قندی گفته اگه میخوای به مهتاب برسی باید با ازدواجش با مادرت موافقت. بهش بگو نامرد روزگارم، اگه یک روز از عمرم مرده باشه حال این نامرد رو نگیرم. چرا عصبانی شدی؟ عصبانی نشدم دکتر جون، آتیش گرفتم، داغون شدم، میفهمی؟ بیا جمشه خسیگه در نخل قربان. تمنا میکنم شما بفرمایید بشینید، مثل اینکه من اینجا فقط زیادی بودم. من گورم رو گم میکنم تا خیال شما راحت باشه. بفرمایید بشینید. صبر کن یه چیزی بهت بگم. بفرمایید. شرطش زیادم اینجوریه که من گفتم نبود. بفرمایید مؤدبانه‌اش چجوری بود؟ چرا اینجا رو گذاشتی رو سرت؟ ببخشید مهتاب خانم، بنده اشتباه کردم صدامو بردم بالا. معذرت میخوام که صدامو بردم بالا. بنده گورم رو گم میکنم دیگه، هم مزاحم شما نمیشم. خوبه؟ مشکلی پیش اومده آقا جون؟ دادا چه مشکلی پیش اومده؟ قربون شکل ماهت برم من. فقط برو با آقای قندی بگو حواسشو جمع کنه، پاشو از زندگی ما بکشه بیرون. بهش بگو این بلا سر خودشم میاد. البته نه، مادر نداره که بفهمه که من چی دارم میگم، چی دارم میکشم. ای خدا منو بکش از این زندگی سگی خلاص کن. خدایا این رگای گردن من که زده بیرون تقاض شد آقای قندی بگیر. ببین من به خدا واگذارش میکنم. در زن نفرینشم میکنم. این چرا قاطی کرد؟ چه میدونم والا، غیرتی اینجوری شد دیگه تا حالا نایده بودیم. دکتر شرط بابام چی بوده؟ بله؟ آقای دکتر سوال کردم شرط بابام چی بوده؟ چرا سر آقای دکتر داد میزنی زشته؟ ببخشید. آقای دکتر بفرم بشین بگین یه قهوه براتون بیارم. بفرمید. ممنون، من روزه هستم. مهتاب خانم یه چند لحظه تشریف بیارید بیرون، میخوام باهاتون حرف بزنم. شماها رو من چه حسابی کردین؟ هیچی عزیزم. ببین من نمیذارم کسی از این موضوع سر در بیاره. شما خیال تختتم. فقط تنها کاری که میکنی اونورا آفتابی نشو، بعدم زنگ منگم نزن. باشه مینو جون بنویس واسه خانم. چقدر بنویسم؟ اقلا شما یه مبلغ پایه بگین که من روش چونه بزنم. واقعا برای خودم متاسفم. ما یه مبلغ مینویسیم، بعد اگر با هم دیگه به توافق نرسیدیم چونه میزنیم. 2,000,000 تومان بنویس واسه خانم. من از کجا بدونم که بدنشون دبه نمی کنه؟ اینو جون قربونت برم، اینا آدم های شریفی هستن، یه حرفی بزنن تا آخرش پاشن. داره ازتون خوشم میاد. قربونتون برم، لطف داریم. مینو جون واسه خانوم بنویس 2,000,000. بالاخره این زندگی خرج داره دیگه، باید یه جوری در بیاد. بنویس. خیلی خوب، پس من مینویسم 2,000,000. ولی شما پس فردا بریم نقدش کنیم، چون من فردا قشنگ باید برم حسابمو چک کنم. مبلغ در بچه حامل. اینم خدمت شما. خواهش میکنم. با شیطونه میگفت هرچی تو دهنم میومد بارش میکردم. چه که منو پاره میکنه؟ حقتون همینجوری ها زندگی کنید. الکی خونه خودتو کثیف نکن. میریم به آقا جون میگیم بابا اینا زیر بار نرفتن. ده آخه تقصیر توه دیگه. اگه میذاشتی اصلا اول میشستمشون، میذاشتمشون کنارا، به خودشون اجازه نمیدادن با ما اینجوری صحبت کنن. دل شستن که تخصص خود منه. اگه قرار بود بشورم من باید میشستم. ما بهترین راهو رفتیم که جواب نداد. بریم درستش میکنیم. Thank you.
دکتر جون خیلی تو زحمت افتادی. نه بابا چه زحمتی؟ خونتون همینه؟ بله دکتر همینجاست دیگه. فقط اوضاع تو یه مقداری به هم ریخته است واسه همین تعارف نکردم بیاین تو. حالا ان شاءالله یه سری دیگه با خانم بچه‌ها تشریف بیارید. دکتر ما شما رو خیلی دوست داریم. قربونت برم باشه ان شاءالله. من اومدم هم تو رو برسونم هم خودم یه کاری دارم. جونم چیکار دارین بگیم؟ با تو نه. با شیرین خانم. با خاله؟ آره مادر حبیب. چیکارش دارین؟ حالا با شعلا صداش میکنم. الان هم داریم مانه. آقا قربونت دو تا بلیت میخوام. برای کجا؟ برای ارومیه دیگه. برای ارومیه چه خبره؟ آره عجله دارم. مشکل داری تو؟ منم اینجوری نگاه نکن. آره 8:30 داری بابا. 8:30 بابا تو بده دیگه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چقدر میشه؟ 4800. چیه؟ بقیهش هم انامه بچه ها. دست شما درد. خب. بابا بیایم بریم دیگه آخه دیر شد. خب الان بالا میشه میریم اونجا میریم دختره شوهر دادن رفته. خب چه نمیان آخه چته بابا اینقدر داد میزنی؟ نصف شبی مگه سر آوردی؟ خب بابا الان دیر میرسیم اونجا بعد قول میشیم بعد دیگه رو حرفم حساب نمیکنن ها دیگه دختر بهمون نمیدن. حالا آدرس دست کیه؟ آقا جون هزار بار گفتم آدرس من حفظم. لاهی بمیرم برای خواهرم. بنشت با حبیب رفت شهرستان. اگه بودن همه دوره هم میرفتیم خواستگاری چقدر عالی بود. اما بهتر که نیست مادر جون. این حبیب کارش حساب کتاب نداره که. بعد میاد وسط خواستگاری میشه زیرا منو میزد. میشناسمش دیگه اون دلیده پررو رو. حالا که خر بیاره با قالی بار کن. بیچاره حبیب خیلی قاطی کرده بود. حقش آقا جون. کسی که با دل من اینجوری رفتار کنه به جای یه دونه خواستگار باید 10 تا بار ننش بیاد. خیلی روداریا. خجالتم نمیکشه. بیچاره خواهر بدبختم. چی میگی مادر جون خواهر بیچارم؟ خاله جون بعد از اول میدونست دیگه آق قندی و خانواده‌اش تیکه اونا نبودن. حالا اینقدر حرف نزن. مگه عجله نداشتی؟ خب بریم دیگه. خب وایسی زنگ زدم آژانس بیاد آخه. خودت هم کرایه‌شو میدی یا؟ مادر جون ببین تو این موقعیت چی میگه. خب آقا جون شما بدین کرایه رو بعد از خرج عروسی کم کنیم. تازه اینجوری هم که نمیشه رفت بابا کلی تیپ زدیم. بعد یه دستگل یه شیرینی یه چیزی بگیریم ببریم دیگه. بعدم بعد کلاس بذاریم اونجا. جون از سوتی ندیم. میخوایم کم نیاریم. خانم یه چیزی بهش بگو. سمت بهت گفته باشم بار کج به مقصد نمیرسه. نری اونجا بشینی خالی بندی و دروغ گفتن و این حرفاها. ببین صادق باش. تو یه کارگر کارخونه هستی با یه حقوق مختصر ها. باری کله درسته. آره من خودم میگم با یه حقوق مختصر. خیلی خوب. اصلا وایسیم بریم اونجا ببینیم بابا این سوسن خانمی که من میگم همون سوسن خانمی یا نه؟ اصلا شد نخواستم من. نمیدونم. نفهمیدم. سوسن خانم شما دیگه کیه؟ بیا آژانس اومد. سلام آقا صمد. خوبی؟ سلام مهتاب خانم. شیرین جون هستن؟ بس که رفت آژانس رو بسازه. آقا صمد اتفاقی افتاده؟ ها؟ نه
من اومدم با شیرین جون حرف بزنم، میتونم بیام تو؟ بیاین تو؟ سمت آژانسه؟ نه آژانس الان نیومده. کی اونجا؟ مهتاب خانومه. شما بشینین اونجا خسته نشین، آژانس اومد من خبرتون میکنم. پسره چجوری حرص آدم رو در میاره ها؟ به خدای بچه های دور زمانه آدم رو دق مرگ میکنن. حالا جلو این دختره چیزی نگو بابا، یادت رفت خواهر بدبخت منو چجور چزوندن و چه زار زار دست اینا گریه میکرد؟ چرا؟ مثل ابر بهار گریه میکرد و عشق میریخ. آخه اونم مقصر خودشون بودن. ببین یه دقیقه صبر کن، شاید پسرمون با همین مهتاب کارو تموم کرده و ما دیگه یه مده بلند نشدیم بریم خواستگاری. بابا خوش به حالت، شما چقدر ماشاءالله خوش خیالی، هی بشین برای خود قصه بباف. نمیشه؟ ای بابا ما اصلا نمیدونیم چی شده. یعنی هیچی به هیچی؟ بله، حالا میتونم برم تو؟ اونا دیگه اینجا نیستم مهتاب خانم، خاله و حبیب رفتن شهرستان. رفتن شهرستان؟ همین پیش پای شما رفتن. با چی رفتن؟ رفتن ترمینال. اگه سری بریم بهشون میرسین و ساعت 8:30 حرکته. ممنون.